خوش اومدین. میخواییم با همدیگه بریم آلانیا و کلی اتفاقای هیجان انگیز اونجا قراره بیفته که با ما همراه باشید. ما از قسمت لانج وارد شدیم که اون موقع میشد نه هر یه نفر با پرداخت کردن 90 لیر وارد این قسمت بشه و از خدمات اونجا استفاده بکنه و مستقیم وارد پروازش بشه. دیگه نیازی نیست نبود در واقع که بخواین توی فرودگاه برید بچرخید و اون مراحل شلوغ و اینا رو رد کنید. خب این از یه سری جهت ها قابلیت خیلی خوبی بود، ولی این قابلیت رو برداشتن، یعنی هر کسی دیگه نمیتونه از اون قسمت لانج استفاده بکنه. یه سر رفتیم دستشویی رو هم بهتون نشون دادم. خب اینجا وارد میشیم که اینجا کلی فضا داره برای این که شما بتونید بشینید و از اینترنت استفاده بکنید. ببین، من قصدم این بود که نرمال از فرودگاه وارد بشیم و فیلم بگیرم براتون و از جایی که حالا چکین میکنی که من آنلاین چکین کرده بودم، ولی همه این کار رو میخواستم اونجا بکنم، مراحلم بهتون نشون بدم، فرودگاه هم از داخلش و بعد از چکین یعنی گیت و این را همه رو بهتون نشون بدم. ولی ما از CIP وارد شدیم، در نتیجه فقط میتونیم الان CIP رو ببینیم فعلا. یه کمی هم از اینجا براتون بگیرم، حتی اینجا ویوش خوب نیست، میرم از اون برم میگیرم، ولی اونجا یه کمی دو مدل ساندویچ، یکیش نون پنیر یکیش هم ساندویچ مرغ داره و گوجه و خیار و از این داستان ها. خیلی خیلی کم بود تنوعش، یعنی من خیلی عجیب میدونم واسه این فرودگاه اونجا. و اونجا هم نوشیدنی قهوه و چایی و اینا و یک مدل سوپ همین. اونجا برای اینکه بچه ها بازی بکنن هم جا وجود دارد. این همون قسمتی که گفتم براتون، چای و قهوه ایناست. اینجا هم بچه ها میتونن بازی بکنن. اینجا چیه؟ اتاق شیردهی هم داره، جای غذا هم داره، بازی هم میتونیم بکنیم واسه دوست دارن بازی. و این هم این شکلی اینجاست. بریم سوار پرواز بشیم. ما اومدیم سر جام نشستیم، یه 10 دقیقه دیگه پرواز میکنیم. فقط ببینید از این قسمتی که هواپیما از قسمت خرطوم جدا شد تا ما برسیم روی باند نزدیک 40 دقیقه طول کشید و من این فیلمو 9 برابر سرعتش رو زیاد کردم و کلی کات کردم و شما تازه دارین این همه مسیر رو میبینین. میخوام بگم که ببینین که بی خودی نمیگم بزرگترین فرودگاه دنیا، همه صداشون در میاد، یعنی چه وقتی که میخوای پرواز بکنی، چه وقتی که میخوای پروازت بشینه و برسی به گیت خیلی زمان میبره، کلی طول میکشه. حالا اینجا رو نگاه کنین تا ما پرواز کنیم، چقدر حالا تو این فاصله هواپیما پرواز کرده، چقدر تو صف بودیم. میبینین این وسط ها یه چیزای خیلی کوچولویی هم معلومه.
ما بالاخره پرواز کردیم. مدت زمان پروازمون کوتاه بود، نزدیک 50 دقیقه، یعنی کلا فاصله نزدیکه دیگه. سرعتی میشینیم اون همه طول کشید پرواز کنیم، در عرض 1 دقیقه نشستیم و رسیدیم به خود فرودگاه. اینم یه مدلشه دیگه. پیاده، اصلا نیازی به هیچ چیز دیگه ای هم نیست. ما رسیدیم، فقط دیدیم چه فرودگاه بزرگی داره آلانیا. باورم نمیشد که اینقدر یه فرودگاه میتونه بزرگ باشه. اصلا پیاده اومدیم و همینه، یعنی یه دونه ریل یارو داره، این مال داخلی هاست، اونورم که مال خارج، پروازهای خارجی. حالا از اینجا چمدونمون رو بگیریم و بریم. اصلا واقعا میگن دهه مال یه دقیقه است. اینا ما رسیدیم آلانیا. اینجا عجیبه، با تاکسی بریم هتل میگه 400 لیر فقط تا هتل میگیره. کلی باشون چونه زدم، کلی این برونور قیمت رو کلی آوردم. خیلی جالبه، خیلی وحشتناک قیمت رو. اصلا نمیفهمم از آنتالیا آدم بیا بهتره. یادم رفت لیوانم و بلکرم همین واسه. خوهرم خوشحالی رسیدی؟ بریم اتاق رو ببینی. از این در که وارد می شدیم دوتا در بود، سمت راستی اتاق بود، اتاق ما سمت چپ بود. تو این قسمت دیدین که قرمزه، این یعنی که همسایه‌مون تو اتاقشه، همسایه‌مون تو اتاقشه و اونجا میگه که مزاحم من نشین. ما اول رفتم این تو. فقط صدای اون خیابون که دیگه نیست، صدای اون اتوبان رو داری؟ از اینجا مشخصه بردی برد نیست و این صدا 24 ساعته هست. یکم دیره واسه آفتاب تر. Better.
میخوام شلوغ نکنم، احساس میکنم صدامون میپیچه. بریم پایین. خب اینجا فیلم رو تند کردم که این فضا رو ببینین. اینجا یه دونه استخریه که کلا من که نتونستم ازش استفاده کنم، این زیری که دارید میبینید فرصت من خیلی کوتاه بود. بعد چند تا رستوران داشت این هتل، از این زیر اتوبان میومدی اینجوری میرسیدیم به دریا. بعد پارک آبی داشت، شبای رقص و اینا داشت، دیسکو داشت، برنامه واسه بچه ها داشت. بیشتر هتل پر روس بود، دریاش هم تمیز نبود. اینجایی که میبینین ورودی رستورانه که اینا گروه رقصن، دارن ملت رو جمع میکنن برای شب که کنار ساقه ترسان داشته. لحظات آخره ما دیگه پایین هواپیمای دیگه اومدن تو